3 سال و 12 ماهی که سربازتون اینجا مثل یک سرباز وفادار برای کوروش بزرگ، برای ملت ایران میجنگه. استاد شما این کارو که سفارش نگرفتی؟ نه استاد عزیز، اینجا ما برای ملت عزیزمون، وقتی آدم توی تاریخ مطالعه میکنه و کوروشی رو میبینه که عادلی رو میبینه، دادگستری رو میبینه که میاد و به ملت ها میگه به هم دیگه رحم کنید و به هم دیگه احترام بذارید و هیچ کس حق نداره هم نوع خودش رو کنیز و برده خودش کنه، کسی که 2500 سال پیش اومد گفت هر کسی در انتخاب دین خود آزاد است، چیزی که همین الان دارن سرش می جنگن، همه میگن ما برحقیم ولی خداوند سر جاشه، اما اینا دعوا دارن که خدا مال ماست. متاسفم برای کسایی که نمیتونن بشریت رو ببینن، محدود میشه نگاهشون، محدوده. بله خب فکر میکنی این اثر کی تمام بشه؟ الان فقط بخشای بالایی اثر مانده، این چهره و اینها کی؟ ردای امپراتور میاد و اینجا گرم جداش گرم خوره، بعد ریش و مو و چهره و بعد تاج امپراتور و بعد افسار و یراق بسیار زیبایی برای این اسب میسازم که تو تاریخ هنر بی رقیب باشه. و بعد میام قسمت پایین اسب که رگ و پیشو در میارم، بعد با این دوتا پایین نقش برجسته هایی از وصیت‌نامه کوروش بزرگ، نقش برجسته آرامگاهش، نقش برجسته منشور حقوق بشر رو با خط میخی قشنگ رو این پایه ها از درون حکاکی میکنم. اینا هر این مجسمه برای خودش یه موزه است هموطنای عزیز، این مجسمه برای خودش یک موزه است و فقط دورش باید بگردید و عشق بکنید. ما این باید حتما براش یک کتابی نوشته بشه، یه دفترچه ای نوشته بشه که عزیزایی که تشریف میارن ببینن که این اثر چه پیامی، چه ندایی رو داره از درون تاریخ به گوش ما میرسونه. به نظر من اون ساعت از تاریخ فرا رسیده که تاریخ با زبان صریح و آزادش میخواد سخن بگه هموطن و میخواد بگه که همه انسان ها باید ندای عدالت خواهی رو واقعا فریاد بزنن هموطن در این